دوستان عزیز، یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده در سوئد، باور نکردنیه. دوست دارم که این برنامه رو با شما به اشتراک بذارم. باورتون نمیشه، مردم سوئد از حکم اعدام در ایران حمایت کردن. گفتن تازه سوئد باید بیاد از ایران یاد بگیره. کسانی که مخالف حکم اعدام در ایران هستن، راستی برای آگاهیتون، من مدافع اعدام در ایران نیستم، مخالفم نیستم. اینا چون بحث خیلی تخصصیه، من همیشه میگم که آقا این بحث تخصصی رو افراد تخصصی باید نظر بدن، و من چون آدم احساساتی هستم با حکم اعدام مشکل دارم، ولی من صلاحیت نظر ندارم. کشور، کسانی که حکومت داری میکنن، صلاحیت اینو دارن وضعیت جامعه رو ببینن، تصمیم بگیرن چه مجازاتی رو برای چه جرمی تعیین کنن بر اساس بر حال اقتضائات اون سرزمین و مسائل اقلیمی که بخش مسائل قومیتی یا مسائل بافت جمعیتی که داره، بر اساس اون اقتضائات حکم رو بخوان بیان و در حقیقت متناسب کنن. خب در ایران 4 نفر به تازگی اعدام شدن که در نشریات سوئد خیلی سر و صدا شد و عکساش هم میبینید بیشتر نشریات سوئد زدن که آقا در ایران 4 نفر رو اعدام کردن. داستان چی بود؟ سال گذشته یک زن و شوهر مشهدی با هم میخوان برن کوه، شم هم چادر زده بودن و اینا، متوجه میشن 3-4 تا پسر به اینا دارن یه خورده بد نگاه میکنن دیگه، حالا شبش کار نشن و فرداش اینا میرن کوه و به کوه پایه میرسن. یه دفعه این 4 تا اوباش میریزن پسره رو کتک میزنن، نامزد طرف رو میگیرن میزنن، دست پاش رو میبندن و دختر 20 ساله رو جلوی چشم نامزدش میبرن در طویله و به شکل وحشتناکی بهش تجاوز میکنن. بعد دیگه اینا رو ولشون میکنن و این دختر پسر که حسابی کتک خورده بودن، دختره میاد دست پسره رو باز میکنه و دست شوهرشو، کشان کشان خودشونو کنار جاده میرسونن و ماشین پلیس میاد و توضیح میدن و داستان و اینا، مشخصتون میگن و دیگه روی دوربین های شهری و اینا یک سری چیزا شناسایی میشه. بالاخره سرتون رو درد نیارم، این 4 نفر در خود مشهد و در کرج شناسایی و در چند عملیات مختلف بازداشت میشن. بعد اینا رو انتقال میدن به زندان مرکزی مشهد. در هفته ای که گذشت این 4 نفر اعدام شدن به خاطر اینکه به این شکل وحشتناک تجاوز کرده بودن. افراد اسمشون هم روح الله جاویدی راد، متولد 1378، محمد سیادی باقسنگانی، متولد 1372، سید محمد حسینی، این که تو آمریکا سید محمد حسینی، حالا هم نامه سید هم هست جالبه، 1372، متولد 1372، محمد وطندوست، متولد 1376. این 4 نفر هفته ای که گذشت اعدام شدن به خاطر تجاوز. خب نکته کجاست؟ نشریات سوئد اون اومدن اینو خبر زدن آقا در ایران حکم اعدام داره. من دم نشریات سوئد گم، من کوچیکتونم، ولی یه پرسش دارم، چطور اعدام تو آمریکا میشه؟ اصلا هیچ کدوم از نشریات سوئدی نمیزنن. من میدونم چرا، آمریکا ارباب کت خداست، کسی جرئت نداره زیاد به آمریکا بگه بالای چشت ابرو. نوچه صفتی در کشورهای عموما اروپایی برای آمریکا اصلا تابلو نیست، کاملا قابل رویت دیگه. جرئت ندارم به آمریکایی که بیشترین اعدام ها رو داره اصلا بگن چرا اعدام میکنی. حالا خب این نشریات سوئد اومدن اینو زدن، گفتن آقا ببینید ایران چقدر وحشیان، فلان میکنن، اعدام میکنن. یه دفعه یه چیزی مثل توپ صدا کرد، شوک شدن همه، باورشون نمیشد که تو همین نشریاتی که در کانال های اجتماعی لینک خبر اعدامو گذاشته بودن و داشتن ایرانو شماتت میکردن که تو چرا اعدام میکنی،
مردم سوئد، مردم سوئد چی؟ اورجینال، نه یعنی مثلا مهاجر مثل من که پاسپورت سوئدی دارم، نه اورجینال یعنی کله هاشون بلنده، چشاشون آبیه، در سطح گسترده کامنت گذاری کردن و در کمال ناباوری از ایران دفاع کردن، گفتن چقدر خوب این حکمو داره. بذارید کامنت های مردم رو یه نگاهی بکنیم. البته کامنت ها رو میبینید، کامنت ها رو میبینید، بعضیاشو براتون میخونم و دارید میبینید کامنت ها رو. در سطح گسترده مردم اومدن و گفتن که آقا جان اصلا دمش گرم ایران اعدام میکنه، و اصلا مقام خیلی از مقامات سوئد شوک شده بودن از این همه کامنت، و خیلی ها عکساشون هم بود و اینا که سوئدی کاملن، چشم آبی و اینا، و خودشون تو خبرگزاری گفتن برای ما خیلی شوک آوره که هیچ کدوم از اینایی که کامنت دفاع از اعدام دارن جز بخش جامعه مهاجر به سوئد نیستن که مثلا بگیم با پیشینه اسلامی اومدن، از سومالی و ایران و اینا نه، یا از عراق و کشورهای به قول خودشون خاورمیانه و به نگاه ما غرب آسیا و اینا نیستن که کامنت گذاشتن. بیشتری ها اصلا کسانی هن که چشم و آبی و اینا اصلا سوئدی هن، یعنی اورجینال سوئدی هن، ژنتیکی سوئدی هن. خب کامنت هایی که بود این الان خانومه مثلا همه اینا سوئدی هن، به این اصلا دست گذاشته دمش کم برا و زده. بعد کامنت ها خیلی جالب بود در دفاع از ایران برای حکم اعدام. یه تعداد از کامنت ها رو براتون بخونم، اینجا یادداشت کردم. خشونت اینگونه باید مجازات شود، یکی کامنت اینجوری گذاشته. یکی دیگه کامنت گذاشته که اونها چیزی را دریافت کردن که سزاورش بود، یعنی چهار تا جوانی که اعدام شدن داره کامنت میگه آقا اینا سزاوار اعدام بودن. یکی دیگه خیلی عالیه این مجازات، یعنی خیلی عالیه این اعدام کردن در ایران. یکی دیگه یک کار مثبت در زمین انجام شد، یک کار مثبت در زمین انجام شد. نفر بعدی، سوئد هم باید از ایران یاد بگیره. نفر بعدی، خیلی درسته این مجازات. نفر بعدی، برای سوئد هم مجازات اعدام را آرزو میکنم، برای سوئد هم این مجازات را، همین مجازات را آرزو میکنم. یکی دیگه آفرین به ایران، یکی دیگه آری به اعدام، یکی دیگه آری، یعنی انقدر آفرین به ایران تو کامنت ها بود، آری به اعدام بود توسط سوئدی های اورجینال چشم آبی موبولاند. کلی کامنت اومد آری به مجازات مرگ، آری به مجازات مرگ، کلی کامنت اینجوری اومده بود. یکی دیگه دفعه بعد امیدوارم در هوتوریت انجام شه. هوتوریت یادش بخیر، من چقدر در اسکای تونلبانای هوتوریت یادش واقعا به نیکی میومدم، از تو همون اسکای مترو مسیر یه مدت کار داشتم اونجا، مسیر اسکای هوتوریت میومدم و در حقیقت از این کاپیچینوهای 10 کرونی میخریدم، از اون بخشی که مال خود مترو کافی شاپی که داره همیشه میونم، از اون کافی شاپ من یه دونه کاپیچینو 10 کرونی میخریدم، ارزون میداد. بعد این کاپیچینو خیلی جالب بود، شما یه کارتی هم که میذاشتی هر 5 تا کاپیچینو که میگرفتی دفعه بعد بهت مجانی میداد، همیشه این کارت هم میدادم مهر میکرد، اینا خیلی حال میداد. الان اینجا بعد کاپیچینوی خمره‌ای میگرفتم و خمره‌ای بود. خب هوتوریت در مرکز استکهلم، بعد طرف میگه که خدا کنه یه ایسکا یا دو ایسکا با چیز فاصله داره، با میدان اصلی سوئد استکهلم فاصله داره به نام سرگلتوریت، میگم یه ایسکا، نه یه ایسکاس دیگه، یه ایسکا با سرگلتوریت فاصله داره که میخوره به خیابون اولاف پالمه در استکهلم. چقدر سینمای اون اولاف پالمه، ما توی استکهلم اومده بودیم، جشنواره‌های ایرانی هم اونجا خیلی فیلم می‌ذاشتن. یادش بخیر، الان 2 سال دیگه سوئد نیستم، دلم برای سرماش تنگ شد. خب من نوشته که دفعه دیگه امیدوارم در هوتوریت این اعدام انجام بشه. یکی دیگه نوشته این به نظر غیر مدرن میرسه ولی بهتر از سوئد هستش که رسما ول شده. دقت کن، این کامنت خیلی تاثیرگذار بود برای من. میگه که مجازات اعدام به نظر غیر مدرنه، درسته؟ ولی خیلی بهتر از سوئده که ول شده. ببینید پلیس مظلوم سوئد، واقعا پلیس شریفی داره سوئد. من 7 سال زندگی کردم، سیستم امنیتی و پلیس سوئد واقعا پلیس مهربان و خوبی است. یعنی خوبه که قدرت رو ازش گرفتن. یک شیرو دندوناشو بکش، پنجه‌هاشو بگیر. این شیر گربه، حتی گربه هم نیست، چون گربه بالاخره یه چنگ پدر منم در آورده این
تیل جونم. امروز داشتم دستم رو نگاه میکردم چقدر جای چنگ تیل جونم اینجا مثلا تو دستم، هم چنگای تیله هست هم این برم چنگای پسر کوچولومه. یعنی این دوتا دیگه پدر من رو در آوردن انقدر چنگ انداختن. خب بعد دیگه گربه هم نیستش که اون شیر، حتی گربه میتونه یه حرکتی بزنه، یه دندونی نشون بده، یه وقتی تو دندون شیر رو گرفتی پنجش گرفتی که پلیس پلیس نیستش که. مظلومت آمار جرم جنایت در سوئد داره همینجوری بالا میره، هی با دموکراسی بازی که شکم سیر نمیشه. بابا مردم سوئد ناراحتن، اعتراض داره میکنه، حقم دارن. آقا چقدر باندهای خلافکار در سوئد زیاد شده، اصلا دیگه نمیشه زندگی کرد تو سوئد فارغ از اون سرما و افسردگی و بیافتابی. خوبی سوئد این بود که یه امنیت داره، امنیت هم گرفته شده. در 4 سال گذشته روند سعودی داره همینجوری آمار جرم و جنایت در سوئد به ویژه در استان مالمو یا گروه های تبهکار یوتوبوری چه اتفاقاتی داره میفته در سوئد. مردم خسته شدن، بعد اینا اومدن در رسانه هاشون میخواستن ایران رو بکوبن. مردم چشم آبی و مو بلند سوئد، اون بخشی که چشم آبی و اورجینال سوئدن نه مهاجرا، حسرت میخورن ای کاش که برخی از قوانین جمهوری اسلامی در کشورشون پیاده سازی بشه. اینو ما نمیگیم دیگه، سوئد برید خودتون یه سرچ کنید چه سر و صدایی شده تو سوئد. حتی دیدم سایت استکهلمیان سوئد هم که به فارسی مینویسه اونم واکنش نشون داده، میگه همه شوکن که این تعداد درخواست حکم اعدام در سوئد توسط خود سوئدیای اورجینال. این حقایقه، بنابراین کشورتون رو هی تحقیر نکنید. یه زمانی دلسوزی بر گرگ تیز دندان خیانت است به دیگه ادامش. اینا حقایقه. هی شما میایی محاکمه نمیخواید بکنید فلان، آقا طرفو در سوئد میاد جرم و جنایت میکنه میگیرن، 2 روز زندان میکنن آزاد میکنن. این حقایقه. این خیلی برام جالب بود برجسته کنم که بدونید که واقعا بخش خبری سوئد الان یک هفته است در شوک که باورشون نمیشد این تعداد از سوئدیا مدافع حکم اعدام باشن و از ایران تعریف کنن و میگن عدو میشه سبب خیر، خواستن ایران رو خراب کنن. خبر زده بودن که آقا ایران اعدام داره، ایران خوب نیست، ایران رو خراب کنیم، اینجاست ایران رو خراب کنیم. اینا عکس اعدام رو گذاشته بودن، چی شد؟ دیدن ای بابا ایران بین مردم سوئد محبوب شد، عاشقتون هم شب و روزگار خوش. این که حالا بعد این 4 نفر اعدام میشدن یا نه، من تخصصی توش ندارم، ولی واقعا سخته دیگه. خودتون رو بذارید جای اون مرده و اون خانومه، رفتید تو کوه 4 تا پسر بیان دختره رو جلوی چشمی مثلا نامزدش بگیرن، خود دختره اینا چه تو تعمیله ببرنه، 4 تا نرگول بیافتن روش، بهش اونجوری تجاوز کنن. ببین بعد اون دختر و اون پسر تا آخر عمرشون میتونن عادی زندگی کنن علاوه روحی روانی؟ یعنی اونا الان مرده متحرکن دیگه، مرده متحرکن. زندگی چیزی نیست جز افکار و انرژی و اینا. آیا اون زن و شوهر دیگه انرژی دارن، افکار دارن؟ ببین چه آسیبی دیدن. خودتو بذار جای اونا ببین چه جوری هست. حکم اعدام متاسفانه نه بابت اجرای قوانین اسلامی در ایران، نه نه من که میدونی اسلامی نیستم، که اقتضاعات ایرانه. عاشقتونم، شب و روزگار خوش. اقتضاعات ایرانه، همچون که 28 ایالت آمریکا تشخیص داده اقتضاعاتش اجرای حکم اعدامه. من مدافع حکم اعدام نیستم، ولی یک خبرنگار مستقل ایرانگرا هستم و مسائل بر اساس حقایق میدانی نه بر اساس احساسات شخصی مورد ارزیابی و آنالیز قرار میدم. آینده باشید، بدرود.